مسمع ابن عبدالملک نقل میکنه خدمت امام صادق بودم. حضرت فرمود تو که اهل عراق هستی بگو ببینم آیا زیارت جد ما بی عبدالله میری یا نه. از گد نقا جان شرایط یک جوریه، منم شهرتی دارم، میترسم خبر ببرند برا خلیفه وقت آزارم بدن. حضرت فرمود حالا که اینطوره به من بگو آیا یاد مصیبت ها و اذیت هایی که جدمون نبی عبدالله شد میکنی یا نه. اسکت بلا جان دائما یاد میکنم به طوری که گریم بلند میشه، فریادم بلند میشه، زن و بچم اگه سر قضا باشن از قضا میفتن. حضرتم گریش گرد فرمود مسمع رحمت خدا بر عشقهای برا حسین، رحمت خدا به گریه کن، رحمت خدا بر اون کسی که تو غم ما غمگین تو شادی ما شاده. اما مسمع یه چیزی بهت بگم، کسی که برا جد قریب ما گریه میکنه وقتی اون لحظه ای که مرگ تو حلقومشه، جونش تو حلقومش میاد، از دنیا نمیره تا اجداد ما رو ابی عبدالله رو میبینه. حضرت به ملک الموت سفارش میکنه امیر المومنین بارها و بارها فرمودن، در روایت آمده بارها و بارها من عرض کردم، حضرت امیر فرمود شدائدیست در لحظه جان دادن، هیچ چیز نمیتونم کاری بکنه الا گریه برا حسین. خدایا نکنه ما بمیریم برا حسین کم گریه کرده باشیم، خدایا ما هم امشب به امیدی اومدیم در خانه، میخوام آروم آروم برات روزه بخونم، بعد دعا بخونیم و قرآن سر بگیریم. چه بس داری چه بستری، انگار که توی لحظه های آخرین با زخم سر چقدر شبیه مادری، داری میری چرا منو نمیبری. به دختره بگو چه کرده تیغ زهر تیغ با پیکره، بگو چی کار کنم با حال مستره، چی کار کنم که هم بیاد زخم سر. هر موقع میبینم بابا این ابروی شکسته رو یادم میاد غسل شب و اون بازوی شکسته رو. پلک نیلی و
بازوی ورم قاتل تو شد داغ مادرم. با ظرف یتیم آمدن همه ولی چه دیر، میگم الان پیشت بیان آروم بگیر، رسیدی انگاری به آخر مسیر. من یه اشاره کوچولو میکنم، بهم نگو چطور محبت و اینا جواب میدن. بابا با تیر هر مله به بچه آب میدن، قرآن و جا تو مجلس شراب می.